همین رو با مجله قلم رو گفتگو کنیم. اجازه بدیم از اینجا شروع بکنیم سوال رو. از ایمیجی که شما دارین، از تصویری که از شما وجود داره در ذهن اکثر ایرانی ها، خب یک بخشی از کسانی که شما رو دوست دارن و هوادار شما هستن خودشون رو سلطنت طلب توصیف میکنن و تعریف میکنن، و خب مخالفان شما مخصوصا جمهوری اسلامی و دستگاه رسمی تبلیغات هم شما رو در حقیقت منتسب میکنه به حکومتی که با انقلاب سال 57 پایان یافته. شما خودتون رو چجوری تعریف میکنید؟ آیا شما خودتون رو سلطنت طلب میدونید یا نه؟ ببینید، این بحث شکل نظامی که برای بعضی ها یک مسئله عمده‌ای هست، به نظر من مسئله کلیدی و اساسی کشور ما نیست. برای اینکه اگه مسئله ما رسیدن به خواسته های آزادی خواهانه مردم هست، آزادی به مفهوم دموکراسی، آزادی به مفهوم از بین رفتن هر گونه تبعیض یا محدودیتی به خاطر یک باور سیاسی یا مذهبی یا معرف یک تیره یا یک اتنی خاصی در مملکت بودن و ضامن این حقوق برابر بر یک جامعه، یک حکومتی است که قوانینش، قانون اساسیش، مسائل حقوق بشری، همه چیز درش مستتر باشه، این چیزی است که آینده مملکت ما رو رقم میزنه، به مفهومی که کجا بودیم، از چه مسیرهایی عبور کردیم، چه درسایی رو از تاریخ گرفتیم و به کجا میخوایم بریم. اگه بریم رو اصل قضیه و کاری که من سعی کردم دست کم نزدیک 40 سال رو اون مسائل تمرکز بکنم، مسائل بنیادی و کلیدی است که چگونه میتوان به چنین جامعه‌ای رسید، نقش شهروندان در چنین کشوری چه خواهد بود، نقش جامعه مدنی چی هستش فراتر از ساختارهای حکومتی و دولتی در حفاظت از یک روند آزادی و دموکراسی، و دسترسی جامعه چه از نظر دادخواهی، چه از نظر آگاهی، چه از نظر زامنهای چیزی که انحراف از این روند رو ممکنه در یک جامعه به خطر بندازه. اینها تمام چیزایی است که خب هم یاد گرفتم تو این 40 سال زندگی در خارج از کشور و هم همیشه در مد نظر من بوده، و تنها رسالتی که تا اونجایی که به من برمیگرده و فکر میکنم انتظار لازمی باشه از جانب همیهنانم که در این مرحله که ما مقابله با یک نظامی که هویتش الان برای مردم ایران کاملا روشن شده و گذر از چنین نظامی برای رسیدن به اون خواسته ها که قطعا تا زمانی که این نظام سر کار هست نخواهیم تونست بهش دسترسی پیدا بکنیم، مستلزم پیدا کردن یک مخرج مشترکی هست بین تمام نیروهای آزادی خواه و سکولار که در این مقطع از زمان واقعا همسو و همگام در این جهت پیش برن. این به مفهوم این نیست که اختلاف سلیقه یا اختلاف ایدئولوژیک نیست، خب البته که هست. اصلا رقابت سیاسی از نظری که احزاب میان و تشکیل دولت میدن یه چیز کاملا طبیعی است. من نگاهم رو این خطه، نگاهم رو این هستش که چگونه خواهیم رسید به این مسئله و نهایتا این محتوا و شکل نهایی نظام به خواست مردم ایران باید تعیین بشه. ما اکنون در مرحله تعیین تکلیف برای مردم نیستیم که بخوایم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا یک ساختار خاصی رو بهشون تحمیل بکنیم. من همیشه گفتم این خاص رو از طریق صندوق رأی در انتخابات آزاد توسط نمایندگانی که مردم انتخاب خواهند کرد، چه در دوران تدوین قانون اساسی آینده کشور، چه در تصمیم به شکل نهایی که سیستم باز پیدا بکنه و انتخاب اولین مجلس و اولین دولت اون نظام آینده، در این مسیر قدم برداریم. این هستش که هرگز خودم رو درگیر این جبهه‌گیری ها یا بحثای کسانی که طرفدار نظام پادشاهی هستن یا اونایی که طرفدار نظام جمهوری هستن نکردم، برای اینکه صورت مسئله برای من الان اون نیست. رسیدن به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر که قطعاً با مواجه بودن با چنین نظامی میدانیم که تنها راهش اینه که فراتر از این نظام بتونیم به این مقصد برسیم. در سال 1980 پس از درگذشت پدرتون شما سوگند یاد کردید به عنوان ولیعهد، و الان میگید که اصلا برای من مسئله این شکل حکومت مطرح نیست. از اون روزشان دارم ببینید، یک اکت سمبولیک، یعنی
در اصل آنچه که بهش پشت شد یک نهادی بود که نهاد برگشت گفتش که این نهاد به شما مردم پشت نخواهد کرد، چون در اون تاریخ خب یه تصمیم دیگری گرفته شده بود. خود آقای خمینی فراموش نکنیم گفتند که اگر پدران ما برای ما تصمیماتی گرفتن، دلیل نمیشه که ما امروز به اون تصمیم به قول معروف، حالا پرافریز دارم میکنم، برسیم. خب امروز در ایران اگه نگاه بکنید ببینید که درست همون حرفی که خمینی میزد، نسلی که اون زمان اصلا نبود میگه ما چه گناهی کردیم که حکومت سر ما اومده باشه. خیلی خلاصه یعنی چی؟ یعنی ما حق تصمیم گیری برای خودمون میخوایم، معنیش اینه دیگه. و من اون روز، یعنی نزدیک به 39 سال پیش، دقیقا همین حرف رو زدم. گفتم که اختیار تصاحب این میراث به مردم ایران واگذار میشه، اکنون مسئله پادشاه بودن نیست، اکنون مسئله مبارزه برای آزادی است. کشور ما وارد جنگ شده بود، جنگ ایران عراق تازه آغاز شده بود، و حتی برای کسانی که اعتقاد دارند که بایستی قانون اساسی اون زمان ادامه پیدا میکرد قابل اجرا نمی بود، یعنی اصلا جنبه عملی نداشت. ضمن این که در نظر بگیرید من در سن 20 سالگی یه تجربیاتی رو که امروز دارم و نداشتم، در این فاصله تفکر زیادی به خرج دادم، نظرات متعددی دارم در این که ما چگونه میتونیم نهایتا بریم به مسیری که سیستم محوری رو در کشورمون جا بندازیم، نه الزاماً فردگرایی یا بدتر از اون فرد پرستی یا بت‌سازی که یکی از مشکلات دامی این نوع کشورها بوده و هست. البته بحث‌های متعددی شده در سطح کنونیش در نمونه‌های دموکراتیک نظام‌ها، چه در فرم پادشاهی چه در فرم جمهوریش، اون رو من واگذار می‌کنم به یک بحث روشنفکران و کسانی که تصمیم‌گیران سیاسی در جامعه هستن و نهایتاً خود مردم ایران باید این تصمیم بگیرن. مهم برای من همیشه این بوده که ما به این دموکراسی برسیم، حالا چه جمهوری بشه در آینده کشور چه پادشاهی. بعد به هیچ نوعی ترجیح خاصی نسبت به این اون نظام نمیدم، ولی میگم نهایتاً اگه کشورهایی هستن که دیگه اون نیازمندی رو به یک نهادی ندارن که سمبل وحدت کشور باشه و بیشتر یک سیستمی هستش که در فرم جمهوریش هم قابل اجرا هست، دیگه نیازی الزاماً به نهاد پادشاهی نیست. حالا کجای کار هستیم، مردم ایران کجای این مقوله هستن، میگم این یک چیزیست که در آینده روشن خواهد شد. این هستش که من خودم رو نه محدود نه مکلف نه الزاماً درگیر یک نقش خاص در یک پوزیشن خاص میبینم. من تعریف نقش خودم رو اکنون و تا زمان براندازی این نظام اعلام کردم. اگر مردم رای بدن به یک نظام جمهوری، آیا شما خودتون رو نامزد ریاست جمهوری خواهید کرد؟ ببینید من نه دغدغه حکومت دارم نه دغدغه قدرت دارم. در این سنی هم که رسیدم بعد از این همه سال، فکر کنم بهترین نقشی که میتونم ایفا بکنم برای همیهنانم یه نقش واقعا مشورتی و نصیحتی است که رو تجربیاتی که به دست آوردم بتونم در اختیارشون قرار بدهم. من نه دغدغه نمیدونم رقابت سیاسی دارم، نه موضع‌گیری خاص ایدئولوژیک میکنم، نه برای من فرق میکنه فردا یه حزب محافظه‌کار بیاد سر کار یا یه حزب سوسیالیست بیاد سر کار. مهم این هستش که ما بتونیم کم کم به اون مرحله رسیده باشیم که به نظر من رسیده ایم، اگر واقعا جامعه مدنی و بخش سیاسی و انتلکتوال کشور این رسالت مهم سیاسیشون رو ایفا بکنن. اداره امور کشور و تشکیل حکومت و این چیزها یک امریست که در یک محیط سالم، در یک وضعیت که آزادی تضمین هست و حکومت قانون هست، قابل اجرا خواهد بود. ایران کشور بی تجربه ای از این لحاظ نیست، بنابراین ما از صفر شروع نمی کنیم، ولی باید شرایطش رو فراهم بکنیم. اگر برگردیم به تصویری که باز از شما وجود داره، شما دیدین در جریان این اعتراضات اخیر حتی در شهر قم، جایی که من بودم اومدم، بهرحال شهر خاصی هست از نظر اینکه پشتوانه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده، خفقان‌ها و محدودیت‌های ویژه‌ای برای شهر اعمال شده. در این شهر هم دیدیم که عده‌ای از مردم شعارهایی رو به نفع سلطنت پهلوی و به طور خاص به نفع شما دادن. شما تصور می‌کنید که این حمایت یا این طرفداری که در جامعه ایران وجود داره، حالا من نمی‌دونم چند درصد از جامعه هست، شاید شما خودتون اطلاع دقیق‌تری داشته باشین، ولی به هر حال به چشم آمده و غیر قابل انکار هست، چه مقدارش برمیگرده
اون تصور نوستالژیکی که از زمان پدر شما و پدر بزرگ شما وجود داره، آبادانی که ایران داشت، اعتبار و حرمتی که ایران در جامعه بین المللی داشت، و چه وقتش برمیگرده به فعالیت 40 سالی شما در خارج از کشور تا این مدت؟ خب مسلماً اگر امروز میبینیم که این شعارهایی که مردم میدهند به شکل اخص در یادآوری از قدمات پدر بزرگم، وقتی میگن روحت شاد، یا وقتی که فرض بکنید کسی میگن که ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم، یا این گونه شعارها، یعنی در اصل اون چیزی که میخواستیم نشد. اگه فکر کردیم که با این انقلاب به اون چیزهایی که وعده هایی که بسیارش تو خالی بود توسط این نظام دست پیدا میکنیم بعد از 40 سال، پس کو نتیجهش؟ و در عمل دیدن که کشوری که پایه های اصلی اون مدرنیته، پایه های اصلی اون سکولاریزم که از زمان پدر بزرگم آغاز شد و در زمان پدرم ادامه پیدا کرد و ایران رو در مسیر ترقی، در مسیر پیشرفت، آزادی که زنان به دست آورده بودند و خیلی مسائل دیگر، خب در مقایسه باستید که اگر اون روند ادامه پیدا میکرد، قاعدتا ایران امروز باستید در حد یک ژاپن، اگه نه کره جنوبی منطقه میشد، عوضش شدیم کره شمالی. پس اشکال در کجاست؟ اشکال در خود نظام هست. بحث در این نیست که در نظام گذشته میشه خیلی ایراداتی رو پیدا کرد که بود، هیچ نظامی فاقد ایراد نیست، ولی انگیزه چی بود، هدف چی بود، و درک امروزی جامعه، چه اونایی که بودن و از یک دید نوستالژیک به قضیه نگاه میکنم اگه از واژه های شما استفاده میکنم، یا نسلی که همطور که گفتم نسل جوانای امروز زیر سن 20 سال یا 25 سال، که اصلا هیچ کدوم از اون دوران رو ندیدن، ولی برمیگردن و از پدر مادرها خودشون میپرسن که شما چی فکر میکردید که ما رو به این روز انداختین؟ شما ما رو به این روز انداختین؟ ما سرنوشتی به از این رو انتظار داریم. و در اصل امروز اومدن تو خیابون و دو چیز رو میگن. میگن ما همون ترقی و پیشرفت که مملکت رو میخواست دنبالش هستیم و ما یه مملکت نوع دیگرش رو میخواییم. این به مفهوم بازگشت به عقب نیست، این به مفهوم به جلو رفتن هستش. و اینجاست که حساب من رو شما بایستی از یک دیدی جدا بکنید از گذشته، به خاطر اینکه من همیشه در جهت آینده صحبت کردم، من همیشه در جهت به جلو رفتن فکر کردم، من همیشه به جامعه گفتم که بیاییم و از دید یک نقد سیاسی، از دید یک آسیب پذیری، از دید اینکه کجا بود که مشکلاتی فراهم شد، از این مسائل درس عبرت بگیریم و تلاش بکنیم که در آینده ترجیح که هست این نوع اتفاقات نیفته، یا ساختارهایی باشه که این ساختارها ضامن همون آزادیهایی باشه که دنبالش هستیم، در واقع از این تجربه استفاده بکنیم. بنابراین اگر عده‌ای هستن که فکر میکنن به این شکل و یک جنبه مثبتی در از نظر تاریخ کشور میبینن، این به نظر من یک نمودار این هستش که لااقل امروز علی رغم تمام اون تبلیغات منفی، تمام اون دروغ پراکنی ها، تمام اون اتهامات بی اساسی که این نظام بارها بارها زده، علی رغم تمام این سانسورهای اطلاعاتی و مخشویی ها، همچنان میبینیم که مردم امروز دیگه گول این حرفا رو نمیخورن. این الزاماً پروانه برای اینکه بگم که خب چون اینو میگن الان بنابراین این احیای یک چیزی است، اصلا من به شک به قضیه نگاه نمیکنم. یا اون حسابش جداست، اون یک ورقی است در تاریخ کشورمون که میتوان دائم بررسی کرد، نقد کرد، گذاشت. من دارم صحبت میکنم که به کجا میخوایم بریم، 50 سال آینده ایران چه خواهد شد. گیرم که ما فردا موفق شدیم، به آزادی هم رسیدیم، یه حکومت دموکراتیک هم در مملکت پایه‌گذاری شد، بعدش چی؟ مسائل ایران رو چیکار کنیم؟ اقتصاد مملکت، درآمد مردم، تولید کار، مسائل زیست محیطی، بحران آبی که باش مواجه هستیم، مسائل بهداشتی، مسائل رسیدگی به وضع حال جانبازان جنگ که هنوزم که هنوزه بهشون رسیدگی نمیشه، و خیلی 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 مسائل دیگر. اینها فقط کافی نیست که ما بگیم حالا یه قانون اساسی داریم، حالا فرض کنیم یک جمهوری دموکراتیک داریم، حالا هم یه دولتی داریم. نه، خیلی مسائل بیشتر هست که در از همکنون باید بهش پرداخت. و اینجاست که من همیشه تلاش کردم که
همیهنانمون رو در سطوح مختلفش درگیر بکنم با این مسائل و بگم مسئله یکی دوتا نیست که با یه بشکن همه چیز حل بشه و یک تقسیم کار هم لازم هست. سیاسیون باز کار خودشون رو بکنن، متخصصین باز کار خودشون رو بکنن، فعالین و مدافعین مسائل مدنی و صنفی و نمیدونم این گونه فعالین کار خودشون رو دارن انجام میدن و باید هم انجام بدن. مجموعه این تلاش هاست که در واقع مسیر بازگشت به شاهراه ترقی و رونق رو در کشور ورق میزنه و اینجاست که باستی واقعا از یک دید مشترک به قضیه نگاه بکنیم و تلاش بکنیم که خودمون رو محدود به یک بحث ایدئولوژیک خاص یا از یک دید تمامیت خواهی به قضیه نگاه نکنیم. قبول داشته باشیم که اجباراً جامعه کشور ما که یک جامعه پلورالیستی هست از هر لحاظ پلورالیسم باقی خواهد موند، ولی چیکار بکنیم که کل این مجموعه در هر زمانی جا در اون جامعه برای خودش ببینه و هیچ کسی به دلیل خاصی از این معادله حذف نشه. این نتیجه است که امیدوارم بهش بتونیم برسیم و خواهیم رسید. بستگی خواهد داشت البته به این تعهد و به این باور مشترکی که به نظر من امروز کشورمون لازم داره، چون واقعا یک کشوری است که با خطرات زیادی مواجه هست اگر ما هوشیار نباشیم از این لحاظ. این تصویری که شما میدین از جامعه ایدئالی که ایران باید به سمتش بره خب خیلی جالب هست، اما ما تنش‌های جدی داریم در درون این جامعه که خب جمهوری اسلامی حل نکرده، اونها رو تشدیدم کرده و بعد به اصطلاح سرپوشی گذاشته که دیده نشه، فقط تبدیل به یک بحران آشکار نشه، ولی این بحران‌های مخفی و پنهان در جامعه ایران وجود داره. از جمله شما می‌خواید تصویری که از جامعه ایران میدید آینده ایران، آینده مطلوبش اینه که یک حکومت دموکراتیک سکولاری برقرار باشه. ما میدونیم که از مشروطه به این طرف به هر حال یک بخشی از موفقیت جریان ها و جنبش های اجتماعی در ایران بخاطر این بوده که یک بخش از روحانیت همراهی کرده با اون روحانیت، حداقل در برابرش به طور جدی نایستاده. من فکر نمی کنم که اگر بخوایم به سمت یک جامعه سکولار بریم، روحانیت با توجه به امتیازهای تاریخی که داشته از هر نظر و امتیازهاش رو در اون نظام سکولار از دست خواهد داد، همراهی بکنه با این جنبش. و همونطور که الان هم می‌بینیم این جنبش که الان در ایران در جریان هست، حداقل از سال 88 به این سو، روحانیت رو به عنوان روحانیت نمی‌بینید، نه آقای سیستانی در نجف و نه دیگر علما در ایران. برای این چه اندیشیدیم؟ آیا فکر می‌کنیم که این تنشی که وجود خواهد داشت، به هر حال ما یک حکومت دینی 40 ساله داشتیم که یک میراث‌خوارانی برای خودش برجا خواهد گذاشت، کسانی که نفع بردن از این سیستم و دوست دارن که این سیستم ادامه پیدا بکنه، به اضافه کسانی که از این سیستم آسیب دیدن و نمی‌خوان این سیستم ادامه پیدا بکنه، این تنش به نظر شما قابل حل هست، قابل مدیریت هست به شکلی که به موفقیت این جنبش دموکراتیک منجر بشه؟ خب 100%. ببینید، شما میتونید همین حرفو میزدید که در زمان انکیزیسیون خب موضع واتیکان چی بود در ارتباط با اون وضعیت، ولی دیدیم که واتیکان همیشه پابرجاست ولی انکیزیسیون از بین رفت، اروپا به دوران روشناییش رسید. انکیزیسیون اسلامی از نوع خودش رو حکومت جمهوری اسلامی به دست آقای خمینی آغاز کرد، با وجودی که ما 14 قرن مذهب اسلام رو در اکثریت تفکر دینی جامعهمون داشتیم در ایران. بیشترین لطمه رو به خود دین کی زد؟ اگه امروز برید و از روحانیت اصیل کشورمون، نه آخوند دولتی که خب ما مسلماً همطور که گفتید منافع حفظ نظامی دارن، بپرسید ببینید که اصلاً از روز اول چند درصد روحانیت ایران طرفدار انقلاب و نظام ولایت فقیه بودن؟ حدود 180 هزار نفر اون زمان در ایران ما چهرهای روحانی داشتیم، از یک ملای ساده بگیرید تا آیات اعظم. 4-5 هزار نفرشون بیشتر درگیر این انقلاب نبودن، از روز اولی مخالفت رو اعلام کردن. بعضیشون حتی از همون روز اول مورد تهدید خود آقای خمینی قرار گرفتن. بعدم خودتون میدونید در سنت تشیع خودمون اصلا امر حکومت یک چیزیست که حرام پنداشته میشه. دو کار خمینی کرد، یکی تکثر مراجع رو از بین برد در مملکت،
یکی اینکه اومد اصلا سیستم رو حکومتی کرد، در جایی که در تشیع شما مقلد هستید، به مرجع تقلید خودتون کمک میکنید، اصلا هیچ ربطی به رابطه دولت و شهروند نداره، یه حساب جداست. و به این علت هستش که ایمان و باور مذهبی یک رابطه خیلی خاصی داره که اون شخصیت روحانی در نقشی که داره، چه از نظر یه هدایت معنوی، این حکومت این وضعیت رو به کلی از بین برده. حالا معلومه که آقایونی که سر کار هستن میان میگن که این آدمای سکولار ضد دین هستن، یا مردم حواستون باشه مذهبتون از بین میره، اصلا چنین چیزی نیست. این کاملا یک دروغ فاحشه. تمام کشورهایی که امروز در هر جای دنیا که ببینید که درش آزادی مذهب تضمین هست، نه فقط اون مذهب در اکثریت، بلکه اقلیت‌های مذهبی که تو اون کشورها هستن، از ژاپنش بگیرید تا آمریکاش، تضمین در یک اصل لا قابل غیر قابل تفکیک در جدایی دین از حکومت هستش. این یک اصل کاملا ثابت شده است در دنیا. این با مذاکره و آشتی با دست نمیاد. منافع یک جریان، بگیم روحانیت تو اون کشور، باز ببینند که کجاست که آسیب پذیر شدند. و وقتی که حکومتی اومده گفته که الان مذهب یا روحانی مسئول حکومت شده، خب تمام آسیب پذیری ها و ایرادات و اشکالات رو از چشم مذهب میبینن. اگه امروز مساجد ایران خالی شدن به خاطر چیه؟ اگه امروز تعداد زیادی از همیهنانمون میخوان تغییر مذهب بدن، آیا این یک ضدیت با مذهب هست یا محکوم کردن این حکومتی که چنان بدنام کرده یا ضرر زده به دین که حتی مردم از این دین میخوان برگردن؟ اگه ما میگیم آقای روحانی تو اگه دغدغت این هستش که اون اسلام خودتو حفظ بکنی، تا این حکومت هستش آیا بیشتر لطمه به مردم و مذهب خودت خواهد خورد یا به حکومت؟ تصمیم خودتو بگیر، تکلیفتو روشن کن. ما راهی رو داریم باز میکنیم که حتی تفکرات مذهبی یا کسانی که باورهای عمیق دارن بدونن که این تفکرات و باورهاشون تضمین دادن در یک نظام سکولار دموکراتیک، به شرطی که عقیده خودشون رو به بغل دستیشون نخوان تحمیل بکنن. اینم جزء قوانین حقوق بشری است. اونجا مسئله قانونه، قانون کشوره. بنابراین اگه از این منظر نگاه بکنید، من اون برداشت که شما یا تعریف کردید رو الزاما ندارم. من فکر کنم که این افرادی که حکومتی نیستن میدونن چه لطمه‌ای به خود مذهب و دین خورده و اصلا آبشون توی یک جوب با آقایونی تب آقای خامنه‌ای یا خامنه‌ای نمیره، مسلماً موضع‌گیریشون رو خواهند کرد، به خصوص که الان و هر بار من یک مسئله رو ببینید، من هر باری که این مسئله رو مطرح کردم و در واقع یک چالشی به روحانیت اصیل کشور دادم، پاسخش هم گرفتم، به شکل مثبتش هم گرفتم. مطمئن باشید به موقعش همه موضع‌گیریشون خواهند کرد، چه روحانیت چه بخش به صلاح انتظامی مملکت، برای اینکه مردم که دیگه بیان تو خیابون قضیه فرق میکنه. اینا همون کسانی هستن که خمس و زکاتشون رو میدن، اینا همون کسانی هستن که فردا میان و به این روحانیت حمایت میدن. اگر امروز این مردم حتی شده به نوعی دارن تهدید میکنن که آقا شما تکلیفتون رو با ما روشن بکنید، اگه میخواین دارای همون بچه، همون احترام، همون عزت یا هرچی میخواین اسمشو بذارین باشید، خط خودتون رو مشخص بکنید. اگه از این نظام جدا هستید، شما هم باز به موقع موضع‌گیری بکنید. باز تکرار میکنم، روحانیت نیست یک نقشه و وظیفه خاص خودشو داره از این لحاظ. 100 سال پیش این موضع‌گیری رو کرد زمان مشروطیت، الان که 100 سال از این موقع گذشته دیگه حتی مهمتر، اونم در این وضعیت بسیار مهمش. اجازه بدین آخرین سوال رو بکنم. ما آقای رضا پهلوی رو در رسانه ها میبینیم که با شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک کشورهای مختلف صحبت میکنه، در مجامع مختلف بین المللی راجع به وضعیت ایران و آینده ایران نگرانی هاش رو به گوش تصمیم گیران سیاسی جهان میرسونه و از اون طرف هم با مردم ایران صحبت میکنه از طریق مصاحبه ها و سخنرانی ها.
ولی شما گفتید که خیلی طرفدار سیستم ساختن هستید، طرفدار نهاد ساختن هستید. ما در این 40 سال اخیر شما رو در مقام یک سازنده نهاد ندیدیم در این سالهایی که در خارج از ایران بودید. فکر می‌کنید که چرا نقش شما به یک نقش فردی محدود شده و یک نقش نهادی پیدا نکرده؟ بلکه نه اینه نه اون. نقش من امروز به عنوان یک شخصیتی است که فکر کنم اکثر جریانات فکری اپوزیسیون به عنوان یک عاملی که میتونه زمینه یک وحدت وسیع یک طیف گسترده از نیروهای سکولار دموکرات رو تشکیل بده، صرف نظر از باز میگم موزه های ایدئولوژیک خاصی که دارن، در واقع رسالتی است که از من انتظار میره. این دیگه صحبتی است که با خودشون دارم. اما آیا اکنون میشه گفتش که به این مرحله از جدیت رسیدیم که به طور کلی جریانات اپوزیسیون که در واقع ساختارسازی وظیفه اونهاست نه من بهش رسیدن؟ دقیقا نکته است که امروز بهش رسیدیم. ببینید دو تا اتفاق عمده باستی در کل پیش می اومد. یکی این که ماهیت واقعی نظام روز به روز برای مردم، حالا چه در بخش روشنفکرش چه در کف خیابون، کاملا دیگه ملموس بشه و به نظر من شده این نظام دیگه نه مشروعیت مذهبی داره نه مشروعیت سیاسی، هر دو رو از دست داده. منتها همینطور دنبال یک نوع مهندسی هایی هستش که یک جوری باز دوباره خودشو از نوع اختراع بکنه. باز یه اصلاحات هم که 30 ساله باش مواجه هستیم، بر کار به جایی رسیده که حتی کسانی که همچنان تا 2-3 سال پیش اعتقاد داشتن که همچنان باز در مسیر قدم بردارین، دیگه کم کم این هنو هم رنگ خودشو از دست داده. بنابراین به فکر یک بدیل افتادن، به فکر یک تشکل‌هایی که بتونن یک معرف یک آلترناتیو یا یک بدیل باشن، حضورش در صحنه امروز از هر زمانی بیشتر محسوس هست. و دو اینکه این افراد و این نیروها بتونن سناریو تغییر و مسئولیت رهبری و سازماندهی این تغییر رو در فاز انتقالی هم همینطور به عهده بگیرن. من فکر میکنم اکنون به این مرحله رسیدیم که اکثر جریانات سیاسی کاملا واقفند که ما از مرحله موضع‌گیری و شعار دادن و در اصل اعلان ایدئال کردن گذشتیم. جامعه نیازمند هدایت هستش، جامعه نیازمند رهبری هستش. من اولین کسی هستم که بهتون میگم که این کار یک نفری قابل انجام نیست، این مستلزم یک تقسیم کار بسیار وسیع هست و به خصوص در این مرحله قدم به صحنه گذاشتن یک جریانات و تشکل‌های سیاسی که حاضر بشن در یک مجموعه در یک باور مشترک با هم همکاری بکنن در این مرحله از کار و حمایت به خصوص لازم از بخش روشنفکر جامعه و درگیر شدن طبقه متوسط که تا به حال همچنان یه مقدار در حاشیه است و البته میتونم باور داشته باشم که اگه ببینند که چنین اتفاقی رخ داده خیلی قضیه عوض خواهد شد. در این مرحله از زمان کاملا روی این مسئله داریم بررسی و کار میکنیم. یعنی باستی در واقع بهتون بگم که توی 38 سال هرگز شرایط به این شکلی که الان فراهم شده فراهم نشده بود برای نیاز اخص این کار. عامل وحدت بخش همه نیروهای اپوزیسیون میدونید؟ یعنی که شما میتونید به همونطور شاه در مثلا تئوری سنتی سلطنت در ایران عامل وحدت بخش همه تنوع و تکثری که در جامعه بود قلمداد میشد، شما هم الان در خارج از کشور خودتون رو عامل وحدت تمام اپوزیسیون با تعدد تکثر خودش میدونید و فکر میکنید که این میتونه هدف حامی بودن یک مجموعه است که این مجموعه بتونه در واقع عهده‌دار و معرف این آلترناتیو بشه به شکل پورالیستش. البته برای همینه که من هیچ موضع‌گیری خاصی نمی کنم. من اصلا بر من مهم نیست که کدوم حزب یا کدوم ایدولوژی هستش که مطرح هست. باز میگم مسئله ما الان تعیین شکل نظام نیست، مسئله ما یک فرایند دموکراتیکه که از یک طریق دموکراتیک بتونیم اون آینده رو تعیین بکنیم. متو این یک وسیله ارائه و رهبری میخواد. خب این تشکل ها نیروهای سیاسی است که اکنون واسی با هم پیش برن، جدا جدا نمیتونن عمل بکنن.
اگر هم دقت کرده باشین رژیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که بین اپوزیسیون اختلاف و تشتت ایجاد بکنه. خب این ترفند دیگه خریدار نداره. یک صدایی مردم امروز مهمه. مردم کوچه و بازار میگن نترسین نترسین، ما همه با هم هستیم، با هم هستیم. این خیلی معنی داره. درست. و شما این نقش وحدت بخش خودتون رو در تضاد میبینید با نهادسازی و به همین دلیل نهاد نساختید؟ دقیقاً. برای اینکه اصلا مرحله الان اصلا نهادسازی چجوری شما تعریف میکنید؟ ببینید نهادسازی برای من در یک جامعه مدرن یعنی پایه ها و ساختارهایی که در یک روند دموکراتیک وسایل کار میشن. تشکیل دولت ها در واقع رقابت بین احزاب هستش. خب بدون حزب سیاسی شما چجور میخواین دولت تشکیل بدید؟ خب حکومت جمهوری اسلامی امکان تشکیل حزب رو در مملکت از بین برده. مطبوعات آزاد نیست، زندانی سیاسی داریم. شما حتی اگه بخواین یه سندیکا به وجود بیارید مشکل دارید، چه برسه به یه حزب. خب طبیعتاً جامعه وسیله اجرایی برای به نتیجه رسوندن خواستارش رو نداره. ولی این به مفهوم این نیست که در زمانی که همچنانی همچین حکومتی داریم زمینه این احزاب فراهم نشه. یا کسانی که معرف طیف فکری خودشون هستن، بعضیا به عنوان فرد، بعضیا به عنوان مسئول یک تشکیلات یا یک حزب، به هر حال جریانات مختلفی رو داریم هم در داخل هم در خارج. و امروز این دیالوگ بین داخل و خارج به وجود اومده به شکل ارگانیکش. هیچ وقت به این حدی که تا به حال ملاحظه میکنیم نرسیده بود. اینا همش علائم مثبتی است، ولی بایستی این رو رسون به مرحله نهاییش. اینجاست که در تشکیل این ائتلاف من یک نقش ویژه‌ای دارم. بهترین روش کمک کردن به اینکه این ائتلاف به وجود بیاد به شرطی است که خود من موضع‌گیری خاصی نداشته باشم، درگیر یک پوزیشن خاص نیستم، معرف هیچ جریان خاصی نیستم، ولی مشاور یک مجموعی هستم که این مجموعه میتونه اون بدیل رو معرفش باشه. حال یه عده ممکن از قیافه من خوششون بیاد، یه عده ممکن از قیافه من خوششون نیاد، ولی یه چیزی هست که هیچکی منکرش نیست و اونم این هستش که این نام و این کاپیتال سیاسی، این به قول معروف سرمایه سیاسی، یه جوری در ید من هستش. سوال بنابراین این هست که این سرمایه در چه جهتی دارم هزینه میکنم؟ با توجه به شناختی که دارید از اپوزیسیون، با توجه به اینکه تجربه‌ای که دارید در این سال 3-4 دهه، چقدر خوشبین هستید که چنین ائتلافی به زودی بتونه شکل بگیره؟ به دلیل اینکه هر نوع تغییر سیاسی در ایران به وجود چنین ائتلاف نیاز داره. ببینید من از هر لحاظی از همه زمان بیشتر امیدوار هستم و دلیلش هم خیلی واضحه. گذشته از این که از نظر اصولی کاملا واضحه که چنین چیزی لازم هست، فراتر از لازم بودن جامعه این رو خواهانش هست. در تمام گفتگوهایی دارم در سطوح مختلف به وجود اومدن چنین تشکلی از هر زمانی بیشتر مطرح هست الان در افکار چه عمومی چه در بحثای حتی گروه‌های بیشتر به قول معروف فکری جامعه. ولی نقطه عکسش هم در نظر بگیرید، اگر این اتفاق نیفته خطرات بزرگی مملکت ما رو تهدید میکنه. یکی این که در نبود چنین بدیلی ممکنه فردا از تو سپاه یکی بیاد کودتا بکنه، خب نظام از شکل توتالیتار مذهبیش در بیاد ولی تبدیل بشه به یک دورانی که باز با یه پینوشه نوعی یا یه فرانکو نوعی سر کله بزنیم. نیازی نیست که از این مسیر عبور بکنیم، ولی غفلت در فراهم کردن این بدیل ممکنه وقتی این سناریو بیشتر بکنه. این یه خطر. یا نیروهای فرصت طلبی که کوچکترین مقبولیتی در ایران ندارن ولی ممکنه بخوان وسط این آب گلالود از این آب ماهی بگیرن، اونم یه خطر دیگری است. یعنی نیروهای واقعا مقبول و دارای مشروعیت در غفلتی که امروز از خودشون نشون بدن در عمل فراهم میکنن شرایط رو برای نیروهای فرصت طلب که اون هم باز به ضرر مملکته. و نکته سوم که دیگه از همه چیز بدتر خواهد بود، در دنیایی که به حال درگیر میخواد باشه در این مسئله، اگر ببینن که سقوط نظام حتمی است ولی هیچ بدیلی که از طرف خود مردم ایران یا اپوزیسیون ایران فراهم نشده باشه، دنبال خود کار خودشون خواهند بود که یک حکومت‌های دستشانده خودشون رو تو مملکت پیاده بکنن. این هم باز به ضرر مملکته. پس چه از دید خطراتی که در نبود چنین کاری و در عدم انجام چنین کاری
باهاش مواجه هستیم از یک سو، و اینکه درک این مشکل و نیازمندی و اهمیت بودن چنین تشکلی در صحنه اکنون، به این دلیل بهتون میگم که اگه عاقلانه با این قضیه برخورد بکنیم، شکی نیست که لزوم این کار نه تنها امروز کاملا مشخص شده، بلکه انگیزه انجام این کار رو از هر لحاظی در شرایط فعلی که دارم با شما صحبت میکنم رو از جریانات مختلف از هر زمانی بیشتر میبینم، و از این لحاظش که فکر کنم بخت موفقیت بسیار خوبی داره. از همه چیز مهمتر، پاسخگوی خواسته مردم هست. اینو هرگز فراموش نکنیم. هیچ چیزی تا زمانی که مردم حاضر نباشن ازش حمایت بکنن، ولو اینکه شما آرایش داده باشید یا تمام هزینه‌اش هم بتونید در اختیار بگیرید، فایده نخواهد داشت. ولی اگر بدونیم که این یه چیزی که دقیقاً خواست جامعه رو فراهم میکنه، هیچ دلیلی نمیدونم که موفق نشه، بلکه پایه اصلیش خود مردم هستن در نهایت. خیلی ممنونم. متشکرم از شما.